د آریانا نیوز قدرمنو لیدونکو سلام. اسلام حجاب هم د زیربنا د خبرونه په وړاندې کولو سره ستاسو په خدمت کې. قدرمنو لیدونکو په دغه خبرونه کې غواړو چې په افغانستان کې د کوچنیو تشبثاتو په مسؤلیت او په افغانستان کې د میرمنو د تشبثاتو په وضعیت باندې بحث ولرو. او په دغه خبرونه کې را سره د افغانستان د خزینه سوداګریزې خونې مرستیاله او د او په امریکا کې را سره د کاري مسؤلیت د برخې یوه کارشناسه ده او که وخت لرئ نو له موږ سره په دغه خبرونه کې پاتې سئ. په لومړي سر کې به پوښتنه د افغانستان د میرمنو د سوداګرۍ د خونې له مرستیالې کریمې صدیقي نه مطرح کړم. خانم صدیقي، بعد از کرونا فعالیت های اقتصادی طبقه اوناس یا زنان متشبث چطور ارزیابی میکنین؟ در چطور یک وضعیت قرار گرفتین؟ به نام خدا، با عرض سلام به خدمت شما بینندگان محترم. اوضاع اقتصادی خانوما بعد از کرونا یک اوضاع بسیار متزلزل است، چون خانوما بعد از اوضاع کرونایی نتونستند که به بیشتری از نمایشگاهایی که در داخل و خارج از کشور بود شرکت کنند و همچنان متاسفانه نتونستند که جایگاهی که قبل از وضعیت کرونا برای خود ساخته بودند او حفظ کنند. به خاطری که وضعیت کرونایی سر اوضاع اقتصادی خانوما بسیار یک نابسامانی بسیار مشکلی به وجود آورد، به خاطر که خانوما در عرصه‌های متفاوت اینا کار میکرد، مثلا در قسمت زعفران، در قسمت صنعت، در قسمت یخندوزی بود، پارچه‌دوزی بود و در قسمت تولید لبنیات و همچنان عسل و بعضی از مواد خشک بود. خانوما نتونستن متاسفانه اینا در داخل کشور هم به فروش برسانند و در خارج از کشور هم صادر کنند، چون از یک طرف اوضاع اقتصادی داخل افغانستان بود که متاسفانه بسیار زیاد فقر و ناامنی و نابسامانی در داخل افغانستان همچنان با وضعیت کرونا وجود داشت، و از طرف دیگر کشورهای خارجی چون بسیار به کالای افغانی یک خواست بسیار درخواست بسیار زیاد داشتن قبل از وضعیت کرونا، ولی در زمان کرونا که وجود آمد همی پروازهای هوایی هم متاسفانه نتونست به خارج از کشور محدود شد و نتونستن اینا کالاها رو انتقال بدن به خارج از کشور. ولی خانم صدیقی، خانم صدیقی، معلومات های شما چی است که چقدر کاروبارای خرد و کوچک یا تشبثات که زنان متشبث مصروفشان بود بسته شدن؟ گزارشات وجود داره که خانوم های بسیار زیاد و خصوص در قسمت شرکت های کوچک کار میکردن، چون اونا حتی همون مالیه که باید داختن همون به دسترس اینا نبود و همچنان در قسمت کرایی که به قسمت مکانهای که اینا به خاطر شرکت های کوچک خود گرفته بودن کرایی از اون متاسفانه نداشتن بپردازن، به دو خاطر اینا به شرکت های نبودی از بسته شدن شرکت های کوچک به دسترس امانیه. ولی ما به جریان هستیم که تعداد زیادی از شرکت های کوچک و بزرگ متاسفانه ما بزرگ هم میتونیم بگیم، به خاطر که اینا هم نتونستن صادرات خود به صورت درست انجام بدن و اینا تونستن که به مشکلات بسیار زیادی جنس خریداری کنن از دهقان، ولی نتونستن که متاسفانه به خارج از کشور صادر کنن و به مبلغ بسیار پایینی بود به داخل کشور به فروش رساندن که این تونست که بالای وضعیت اقتصادی شرکت از اونا خیلی یعنی نظر منفی شد، باعث شد که شرکت خود بسته کنند و همچنین این وضعیت فعلا هم وجود داره و خانوما زیادتر دنبال از این هستند که بتونن یک وضعیت که بتونن اوضاع اقتصادی کشور خود رشد بدن پیدا کنن و جایگاه خود در بین جامعه سنتی مثل افغانستان پیدا نمایند. ولی متاسفانه این اوضاع کرونایی از یک طرف و اوضاع ناامنی از طرف دیگر و دیدگاه های سنتی به خانم ها از
طرف دیگه اینا باعث میشه که خانوم محدود شن بنابراین تشکر بیشتر که میخوان تشکر خانم عادل همراه ما از امریکا است خانم عادل اگر صدای ما را میشنوین در ایتو یک وضعیت چی کارهای باید کرد به خاطر مسئولیت کاروبارهای کوچکی که زنان متشبث یا مردم عام مصروفشان هستند تشکر آقای حجاب و قسمی که خانم کریمه جان صدیقی مطرح کردن که نبود مسلکی بودن بعضی ها باعث شد که تجارت های کوچک خانم ها بسته شوند و من فکر می کنم که در این وضعیت کرونایی بهترین وضعیت یا حالت قسم خواهد بود که سیستم آنلاین فعال شود و خانم هایی که اصلا سیستم تکنولوژی را کم بلد هستند و مدیریت خوب بلد باشند می تونن از آن در نیروهای انسانی که فعلا خیلی کار خوب میکنن و تجارت های کوچک برای انداختن و اینا تولیدات خیلی خوب دارن من فکر میکنم که اگر یک سیستم آنلاین به نام مثلا آنلاین شاپینگ یا آنلاین استور اگر جور شوه و صنایع دستی از اینا به فروش برسه که قسمی که ما فعلا امیر ایجاد کردیم در امریکا و بسیاری از خانم ها در این حالت فعلا در امریکا خیلی مصروف هستن و اگر امی هم در افغانستان ایجاد شوه فکر میکنم که امی تجارت های از اینا که حتی بسته شده دوباره خواهد فعال شد و اینا پس فعال میشه فکر نمی کنین که در افغانستان به اندازه یعنی همه سهولیت های اینترنتی و این امکانات محدود است مثل کشور مثل افغانستان بغیر از اینمی دیگه کدام گزینه ها را ما میتونیم استفاده کنیم به خاطر حفظ و مسئولیت کاروبار یا تجارت های کوچک خود قسمی که گفتم من فکر میکنم که اگر یک شخصی که البته بلد از سیستم آنلاینه مدیریت بکنه خیلی خوب است اما اگر سیستم آنلاین نباشه البته مشکلات افغانستان همگی ما آگاه هستیم و میفهمیم اینجا میشه که سنترهای بسیار مخصوص بازاریابی البته تاسیس شود که تمام خانم‌ها میتونن به اونجا البته با حفظ تمام مو سوشال دیستنس یا البته حالت ویروس در نظر گرفته که تمام امون منابعی که دارن تولیداتی که دارن میتونن به نمایش بگذارن و شرکت های دیگی که مثلا دکان های پرچون فروشی هستن میتونن به شکل عمده از اونا خریداری بکنن من فکر میکنم این هم میتونه یک راه حل باشه برای آن دست خانمایی که تولیدات دستی دارن یا میخواین کار بکنن مننه آقای صدیقی دغه موضوعات چې اغلی عادل یادونه وکړه څونه تاسو ته د آنلاین شاپینګ یا د برېښنایي دوکانداری او تر څنګ د لویو سټورونو امکانات یا همکاري سوی په دې برخه کې او کنه د سوی مهرباني با تایید گفتهای خانم عادل ما خوشبختانه چند شاپینگ آنلاین هم داشتیم از طریق خود تجارت زنان برگزار کرده بودیم که این تونست موفق دامیز باشه ولی متاسفانه ما نتونستیم که این جنس به خارج از کشور بفرستیم چون پروازهای هوایی به بعضی از کشورهای آسیایی اروپا بسیار زیاد بند است و کشورهای آسیایی هم متاسفانه چالش های بسیار زیاد بزرگی داره به خاطری که خانوما طوری که خانم عدیل گفتن ما خود ما سال گذشته از چندین شرکت زعفران و همچنان از چندین دیوان که اونا خانوما بودن ما خریداری کردیم زعفران و خواستیم به خارج از کشور به مبلغ بسیار انگفتیم خریداری کردیم خواستیم به خارج از کشور به خودش برسانیم ولی متاسفانه این به خاطر وضعیت کرونا نتونستیم اینا به خارج از کشور صادر کنیم و با وجود از اینم تلاش‌های بسیار زیادی کردیم به کابل چندین تاجر را پیدا کردیم و میتونم خانم عدی گفتن ما با اونا صحبت کردیم و تونستیم از این طریق چند تاجر در قسمت خریداری آر زعفران که ما از دهقان خریداری کردیم پیدا کردیم و به اینا به فروش رساندیم خوشبختانه ولی در عرصه‌های متفاوتی مثلا تولیدات است که تولیدات تلوچی باب دارن لبنیات دارن اینا رو میتونن به خارج از کشور هم بفرستن در داخل کشور هم متاسفانه از طریق هموطنان ما اوتر یک دید مثبتی نسبت به اجناس از اینا وجود نداره و ما از تمام کسایی که در داخل کشور هستن و در خارج کشور هستن خواهان عزیز هستیم که تجاری که در داخل افغانستان
خانم صدیقی مننه مننه آغل عدیل بلا پوښتنه به تاسو سره مطرح کو په دغه یو وضعیت کې چې کاروبارونه تقریبا د کورونا وایرس له امله زیانمن شوي دي حکومت او مسؤلین یا خپله د کاروباریانو ته څه کول پکار دي چې دا بحران نه وکولی سي په یو آرام وضعیت کې ووزي؟ ما فکر میکنم که دولت خب وضعیت کرونایی یک وضعیت نابهنگام یا یک حالت اضطراری بود که البته از جانب هیچ شخص نبود، یک سر تمام کشورهای دنیا هست امروز، ولی دولت باید بر تقویت سازی جوانان سهولت را باید ایجاد بکنه و این سهولت گرچه هست اما مدیریت از این را باید به دست یک شخص مسلکی بده. مثلا سیستم سوشال میدیا فعلا در افغانستان خیلی خوب است، یعنی اگر هر کسی را ببینه دست خود تلفن داره، سوشال میدیا حتما داره. اگر ما نمیتونیم که آنلاین شاپینگ بکنیم به خاطر نبوده مثلا سیستم بانکی آنلاین، ولی میتونیم از طریق سوشال میدیا حکومت هر شخص موظف را میتونه که تقویت بکنه و یک سرکلان یا یک لیدر یا رهبر تعیین بکنه که تمام اینمی صنایع دستی افراد اشخاصی که تجارت های کوچک دارن به سیستم مارکتینگ بالا میتونه که در سطح خود کشور فروش برسانن. آقل عدیل، در افغانستان طبعا تاسو در افغانستان بازار نظارت لری او وضعیت وینی، څه فکر کوئ د په افغانستان کې هغه پروژې او هغه مصارف چې د میرمنو د اقتصادي توانمندۍ لپاره وسول څونه تاثیر گذاری درلودل او څونه مثبت خواته د مصارفو نتیجه ورکړې ده؟ ما فکر میکنم به حد کافی در دو دهه گذشته دولت کارهای بسیار خوبی را انجام داده، اما نبود مسلکی بودن افراد بعض وقتها امو منابعی که حتی وجود داشت از بین رفته. اگر یک مدیریت درست شوه و فعلا سرمی مؤسسات که وقت تأسیس شده سر کیفیت و کوالتی از اینا کار بکنن و اشخاص و افراد مسلکی که فعلا وجود داره سر ظرفیت سازی از اینا کار بکنن، فکر میکنم خیلی اثرگذار خواهد بود برای پیشرفت تجارت های کوچک افغانستان. در زیاد مننه آقل صدیقی، دیتاس غختن له حکومت او مرستندوی و بنسټونو څه ده چې په داسې یو حالت کې چې له کرونا نه راوتلي یو د بیرته عادي حالت ته د داخلېدلو لپاره باید تاسو سره کومه همکاري وسي؟ مالی یا د مثلا د ټکسونو د معاف کول یا د پور ترلاسه کول، په کومو برخو کې همکاري ته اړتیا لرئ تاسې؟ ما نیاز به همکاری دولت داریم و همچنان مؤسسات زیردخلی که در قسمت زراعت و مالداری و همچنان در قسمت صنعت برای خانوما در حال کار هستند و میخواهند که خانوما یک پله پیشرفت کنند. یکی از خواستهای ما از دولت و مؤسسات زیردخلی این است که همون سرمایه‌ای که برای خانوما در نظر گرفته میشه برای اشخاص اینا بدن که او خانوما خواهیم دیگه خانوم را کوشش قرار دادن. متاسفانه سرمایه به دسترس کسای قرار میگیره که ای فومیل میشه و به دسترس دیگه خانوم هایی که در ارسای مختلف های فومیل. آقل صدیقی، تاسی ده های فومیل خبر کوئی، تاسی خپلا ده میرمنو ده سوداگری ده خونی مرستیال ماوینه یستی، تاسی خپلا کم کارونه کردی دی او چه پا واکی لری ده میرمنو ده توانمندی لفاره؟ د تخنیکی ستونزې له امله بیرته به وګرځو. ښاغلی عادل، پوښتنه به له تاسې نه مطرح کړمه چې په افغانستان کې د میرمنو د کاروباري مسؤلیت لپاره کوم کارونو ته اړتیا ده او تنه ظرفیت سازی کولی سي دا ستونزه حل کړي که تر څنګ یې د مالي امکاناتو ته لاسرسی او د حکومت لخوا نه د ټکسونو معاف کول او دوی ته د بازار موندنې په برخه کې همکاري هم تاثیرګذاري درلودلی سي په دې برخه کې؟
ما فکر میکنم که خانم ها تنها به بودیجه و تنها برای مدیریت هم ضرورت نداره. امنیت جزء اصلی و رکن اصلی در تمام کشورهای دنیا هست. اگر ما امنیت نداشته باشیم هیچ کار کردن نمیتونیم. تنها ویروس کرونا نمیتونه زمینه از بین بردن تجارت های کوچک باشه. بسیار مسائل دیگه مثل امنیت، صلح و مسئولیت انسانی، برابری، عدالت اجتماعی خیلی اثرگذار از سر رشد طبقه اوناس و جوانان فعلی. البته ما نمیتونیم تنها سر خانم ها صحبت بکنیم که جنس یا طبقه اوناس باید رشد بکنن. فعلا امی جوانایی که از پهندون ها فارغ میشن، اینا کلشان برای مسئولیت قضایی، انسانی و امنیتی نیاز دارن که اینا رشد بکنن. اینمی نسب هست که افغانستان تغییر میده و اگر هر قدر که برای اینا صلح میسر شود، در افغانستان صلح بیاید و برای اینا زمینه سازی تمرینای مسلکی داده شود. مثلا ببینید امروز بسیار ما شاگردهای داریم که فارغ میشن، اما متاسفانه اینا به صورت مسلکی فارغ نمیشن. تمام سیستم درسی ما به صورت تئوری هست و اینا به شکل عملی وقتی که یاد نگیرن، سیستم افتخاری یا اینترنشیپ در افغانستان نباشه، خود به خود اگر سرمایه گذاری هم صورت بگیره به جای نمیرسه و حتی نتیجه نمیده، چون اینا مسلکی یاد ندارن که کارا به پیش ببرن. سه فکر کوی چې د افغانستان حکومت د مارکیټ د مسلکی ځوانانو د روزنې په برخه کې چې کوم حرکت لري یا د بهیر څونه صحیح او معیاري ده، او د ورځینی مارکیټ یا د کاروبار د بازار د غوښتنو پر اساس ده، یا په دې برخه کې تغییراتو ته اړتیا لیدل کیږي؟ مهرباني. سلامت باشین. ما فکر میکنم تنها دولت نی، بلکه تمام شرکت های خصوصی و دولتی دی دست دارن که اینا باید بر تمام شاگرد هایی که تازه فارغ میشن یک زمینه سازی کار افتخاری را انجام بدن به صورت مسلکی، که اینا بتوانن زمانی که پایان نامه خود میگیرن به صورت عملی بیاین بر چند مدت در یک شرکت یا مثلا دولتی یا خصوصی کار بکنن و نتیجه ازو هم حساب شود برای حساب درسی و تعلیمیشون در پوهنتون های چی خصوصی باشه چی دولتی. فکر میکنم بسیار زیاد اثرگذار خواهد بود که اینا به صورت عملی در جریان درسی خود البته میآموزن که چطور یک تجارت پیش ببرن، چطور دمو مسلکی که درس میخوانن عملا یعنی چطور است. فعلا میبینیم بسیاری از شاگردها فارغ میشن اصلا رشته خود دوست ندارن. چرا؟ دلیلی که وقتی که اینا به صورت عملی دخیل میشن، اون موضوعاتی را که البته درس خواندن اصلا در عمل وجود نداره. اگر همین قسم کسی که اقتصاد میخوانن، حقوق میخوانن و دیگر رشته ها را درس میخوانن، به صورت عملی دوباره در شرکت های خصوصی یا دولتی میرن ارجاع میکنن و اینا به صورت مسلکی میآموزن بر چند مدت و او هم به واحد درسیشان شمرده میشه یا حساب میشه، فکر میکنم خود همکاری شرکت های خصوصی، دولتی و پنتون ها میتوانه سرنوشت ساز خیلی خوبه بر شاگردان که تازه فارغ میشن خواهد بود و این خودش زمینه رشد اقتصادی، اجتماعی، حقوقی و عدالت اجتماعی در اجتماع به بار میاره. ما ډیر زیاته مننه اغلی صدیقی. موږ سره بیا وصل سوی ده، مخکې د تخنیکي ستونزو له امله یې خبرې پرېسوي. اغلی صدیقی، د خزینه سوداګریز وطاق د ښځو لپاره د مسلکي زده کړو په برخه کې آیا پروګرامونه لرئ تاسو؟ نه لرئ؟ که یې لرئ، په کومه کچه تاسو د ظرفیت سازۍ په برخه کې همکاري لرئ متشبثو او تجارت پیشه ښځو سره؟ ما امرا با مؤسسات که در قسمت ظرفیت سازی خانوم کار میکنم یک سری برنامه ها داشتیم و داریم و روی دست هم داریم، ولی ما میخواییم در قسمت از اینکه خانوم ها بتانند پروپوزل های بسیار بسازن و در قسمت ساختن و یا گرفتن اظهارنامه مالیاتی که چه قسم اون را بگیرن به چه قسم و جریمه برنخورن. طوری که شما قبلا گفتین، ما از طرف دولت خواهان عزیزی هستیم که مالی به ما و درقل برسانند به خاطر عدم داشتن پیسه برای پرداخت مالیات هم خانوم ها، بعضی از خانوم ها گوشگیری میکنند از تجارت. به این خاطر ما برنامه های بسیار وسیعی داریم به خدمت ظرفیت سازی به خانوم ها، به خصوص در داخل کشور و در قریجات.
آقل صدیقی دایتانسی در ظرفیت سازی برنامه چه تانسی وی تانسی برنامه لاری در ظرفیت سازی در تاثیر گذاری چون مثبت ده هغه چا سره چې تاسو دا برنامه تطبیق کړی هغه څونه توانیدلی دی چې خپل کاری مسؤلیت او مسؤلیت په صحیح ډول سره ادا کړي؟ خانمایی که در ولایت ایداد هستن بیشتری از اینا به تجارت در قسمت تجارت کار میکردن، ولی متاسفانه بزنس پلان دقیقی برای پیشبرد تجارت خود نداشتن و ما برنامه هایی که با کمک مؤسسه های مثل FAO/DI و همچنان حرکت برگزار کرده به تجارت زنان، به او خاطر اینا دانستند که بزنس پلان های بسیار خوب و منظم خود بسازند. و همچنان به دفعه پروسیجر مالی گشت های ما برنامه رست باشیم بکنم کسیم به موفقیت انجام بدیم. به اونا بعضی از شرکت ها تانستن برای خود یک کویک بوک نصب کنن به دفتر خود بکنن یک پروسیجر مالی بسیار منظم داشته باشن. برای زیاده مننه ډیره زیاته مننه آغلی صدیقی، تاسو تخنیکی ستونزو له امله نسو کولی چې په مکمل ډول د تاسې اواز ولرو. که ستونزه حل سوه بیرته به تاسو سره هغه سو وصل سو. آغلی عادل، په افغانستان کې مثلا د کاري مسؤلیت او د کاري ظرفیتونو د ایجاد لپاره څونه یعنی خصوصا دولتي سکتوري بنسټونه مسؤلیت لري چې له کارکوونکو سره همکاری وکړي، دوی ته پلان ورکړي، دوی ته طرحې ورکړي، دوی ته پروسیجرونه ورکړي؟ دا څونه مهمه دي په داسې یو افغانستان غوندې ملک کې؟ حمایت کاری از جناب دولت یا از طرف دولت خیلی مهم است. اگر امروز امی ایجاد کاری برابری را از طرف دولت صورت نگیره، شرکت های خصوصی هم از دولت یاد میگیره. اینا تحت نظارت دولت هستند. خود برابری کار، مسئولیت کاری و شمردن کار به اهل مسلکی بودنش فکر میکنم خیلی مهم است و این میتونه بسیار زیاد نتیجه خوب بده. اگر امروز دولت اهل کار به اهل مسلک نسپاره، فکر میکنم هم کار خود دولت نتیجه میده و هم به عوض پیشرفت حقیق میمانیم. و این بسیار مهم است که شخص مسلکی بتواند دیگران هم رشد میده. و آقای عادل، تاسو په امریکا او د نړۍ په بیلابیلو برخو کې د کاري مسؤلیت او اقتصادي فعالیتونو لری تفاوتونه څونه تر سترګو کېږي؟ یعنی ډیر کا لږ فعالیت افغانستان کې هم هغه څه په شدت روان ده لکه په نورو نړۍ کې چې روان ده، که تفاوتونه ډیر تر سترګو کېږي؟ تفاوت کاری در امریکا خیلی زیاد است. در امریکا هر کس را که یعنی به دنبال کار هست میپرسن چی یاد داره. اصلا به دنبال از این نیستن که حتما باید اینا لیسانس باشه یا ماستر باشه که این کار انجام بدن. البته ماستری یا لیسانس به خاطر بهبود کار است، ولی توانایی انسان به این عقیده هستند که هر شخص دارای یک کرامت انسانی است، ظرفیت است و یک استعداد هست که او را میتونه استفاده بکنه. نظر هر شخص نظر به استعدادش برش کار میدن. به همین منظور ما ایجاد کاری کردیم فعلا در امریکا. همین مؤسسه کاری که ما دارم همگی که تازه در امریکا میایم، ما اینا را کمک میکنم که سیستم کاری امریکا را یاد بگیرن، نه که همین تازه بسیار از مهاجرینی که وارد امریکا میشن تلاشون به این است که باید ماستری بگیرن یا لیسانس بگیرن که کار بکنن، در حالی که کاملا اشتباه هست و وقت پول خود در او صرف میکنن، در حالی که میتونن هر کار را که علاقمند است ایجاد بکنن یا او را انجام بدن یا شروع بکنن، بعدا میتونن که ادامه تحصیل بدن. پا کما برخه که چطان سو فعالیت لره تر او سپور موتون افغانان چې نوې امریکا ته راغلي، هغه په بیلابیلو مسلکي کاري برخو کې روزلي دي، او څونه اوس تاسو سره په دې بهیر کې د تاسې د مؤسسې تر پوښښ لاندې دي، او هغه څوک چې د تاسې سره یې زده کړې کړي یا یو دوره تېره کړې، کله چې تاسو نه فارغ سوي دي یا تاسو نه تللي دي، هغه څونه توانېدلي دي چې اقتصادي فعالیتونه ترسره کړي او بوخت سي په کارونو باندې؟ این جای هیچ شک نیست که مهاجرین تازه وارد استعداد خیلی بالا دارند، چون افراد اشخاصی که خارج از
امریکا هستن، همگی یک خواب دارن که مثلا به خارج از کشور برن به خاطر پیشرفت، و اینا همگیشان خیلی با استعداد هستن، بسیارشان البته سواد بسیار خوب دارن، ولی بازم به خاطر سواد یا آموزش بیشتر اینا کار میکنن و ما ترنینگ‌های بسیار مسلکی خوب در بخش کاریابی داریم. سیستم مارکت امریکا را تشریح میکنیم، ضرورت مارکت امریکا را تشریح میکنیم، و هر شخص نظر به استعداد خود، نظر به سواد تحصیلی خود، همون کار را که دوست داره برش حتما ترنینگ میتیم تا اینکه همون کار را که میخواه انجام بده یا بگیره. ډیر زیات مننه آقای صدیقی. من سره بیرته د اسکایپ په کرخه باندې راغلی ده. آقای صدیقی، په افغانستان کې چې مثلا خصوصا د تاسو په اتاق کې هغه میرمنه چې تشبث او تجارت ته مخه کوي، څونه هغه د مثلا د علاقې پر اساس دی که د مسلکی او علمی توانمندی پر اساس باندې فکر کومه بیا منګه د للاس ور کړل او انټرنیټ ډیر ضعیف ده. همدغه پوښتنه به آقای عادل ته سره مطرح کوم، یعنی په امریکا کې که څوک مثلا غواړي اقتصادي فعالیتونه ترسره کړي، په هغه کې علاقه او مالی امکانات ډیر مهم دي که تر څنګ یې مسلکي زده کړې او هغه علمي کچه؟ البته جای شک نیست که پول در ایجاد یک تجارت خیلی مهم است، اما آیدی جدید باشه و ضرورت اجتماع باشه، این خودش ایجاد کاری هست. البته ضرورت اجتماع همیشه خودش باعث ایجاد یک کار میشه، و اگر هر افراد اشخاصی که تازه در امریکا میآیند و خودشان اطمان یا مثلا تجارت داشتن در خارج از کشور و یا ای که اونا تازه اینجا میآیند ایجاد میکنن، بسیار از اینا فکر نمیکنن که آیا ضرورت اجتماع هست یا نه، فقط به خاطر که دوست دارن ایجاد میکنن، اما اینا بعدا مثلا امو تجارتشان فیل میشه یا از بین میره. اما اگر ضرورت از اجتماع باشه، بله، یک جای واضح هست که سرمایه گذاری البته ضرورت است، اما بسیار از تجارت های وجود داره که بدون سرمایه هم میشه ایجاد کرد. مثلا فعلا ما مؤسسه را که ایجاد کردیم، ما هیچ اصلا سرمایه نداشتیم و نکردیم، ولی کار ما خیلی خوب است به خاطر از این است که ضرورت اجتماع بوده. ډیر زیات مننه فریبا عادل امریکانا او کریمه صدیقی د افغانستان را سره په خبرونه کې و. قدرمنو لیدونکو، زمونږ نننۍ خبرونه همدلته پای ته ورسیدله. تر بلې خبرونه مو چې بیا خدمت ته حاضرېږم، په لویه مهربان الله مسپارم. خات او ریلی اوسېده، الله پامان.